در هفته های اخیر ظلم و بیدادگری سنی های تندروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به اوج خود رسیده است ظلم طالبان به حدی رسیده که حتی در برخی مناطق شیعه نشین صدها خانواده را تا کنون به زور مجبور به ترک منازلشان کرده اند و در برخی موارد حتی خانه های آنها را به آتش کشیدند همکار عملیک برای گزارش می مبارز شهرستانی روزنامه نگار افغانستان با انتشار گزارشی تحت عنوان جان و مال و زمین های هزاره برای گروه طالبان و پشتوها حلال اعلام شده است به ظلم های سنی های تندرو طالبان علیه شیعیان پرداخت وی در این گزارش نوشت چند سال پیش یک افسر آمریکایی در گفتگویی با یک مترجم هزاره گفته بود متاسفانه آینده این گونه نیست که هزاره به آموزش و دموکراسی و فعالیت های مدنی دلخوش هستند چون بعد از رفتن ما آنطور که من از برنامه ها خبر دارم هزاره ها دوچار کوچ دست جمعی می شوند تنها راه نجات هزاره ها ایجاد یک نیروی مسلح قوی و خودمختار در مناطق مرکزی است که بتواند از کوچ دست جمعی آنها جلوگیری کند مبارز شهرستانی افزود آن زمان من همیشه به این فکر بودم که احتمالات این فاجعه چگونه و چه زمان و چرا رخ می دهد اما در کمتر از پنج سال این اتفاق در حال رخ دادن است وی افزود در زمان عبدالرحمن جلاد آنها به کمک انگلستان اینکه که هزاره ها کافر یاقی و تابع حکومت نیستند را بهانه لشکرکشی سرکوب کوش دادن و قصب زمین های هزاره ها قرار داده بودند که آن جنایت ها ده سال طول کشید و حال هم در یک معامله کلان منطقه و جهانی نیز سرزمین هزاره که منابع آب و معادن گرانتر از طلا جدای از اورانیوم و لیتیوم در آنجا وجود دارند مورد معامله قرار گرفتند و هزاره ها در حال آوار شدن از مناطق استراتژیک هستند وی در پایان این گزارش نوشت ما تنها منتظر نخواهیم بود برای بازپسگیری حق خود در هر شرایطی آگاهانه مبارزه می کنیم چون هدف مقدس و بزرگی داریم و عاقبت از آن ماست.